نگاه کوتاه به تاثیرگذاری پوآنتونی کاردان از سال 2014 الی 2018 میلادی. پوآنتونی کاردان به عنوان نخستین پوآنتونی خصوصی در افغانستان توانسته است جایگاه مؤثر و مفید در جامعه بسازد، که نکات مهم تاثیرگذاری پوآنتون در این ویدیو شرح گردیده است. تاثیرگذاری اقتصادی پوآنتونی کاردان در 5 سال گذشته. 4.250 میلیون افغانی توسط کاردان و محصولان این پوآنتون به اقتصاد افغانستان افزوده شده است. 300 تجارت موفق از سوی محصولان و فارغان پوآنتونی کاردان به راه انداخته شده است. هر سال در حد اوسط 300 کارمند و کادر علمی مصروف وظیفه در این پوآنتون بودند. در حدود 88% محصولان و فارغان پوآنتون صاحب وظیفه شدند. 1560 فرصت کاری برای محصولان از سوی این پوآنتون هماهنگی گردیده است. تعداد محصولان در این 5 سال، تعداد محصولان پوآنتونی کاردان در سال 2014 به 5000 تن رسید. پوآنتونی کاردان در حدود 5581 محصول جدید در این 5 سال جذب نموده است، که از آن جمله 1564 آن را بانوان تشکیل می‌دهد. تادیه مالیات. کاردان به عنوان یکی از بزرگترین مالیات دهندگان در افغانستان 46.5 میلیون افغانی را مالیه پرداخت نموده است. تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی. 1.2 میلیون افغانی از سوی پوآنتونی کاردان به فعالیت‌های اجتماعی در جامعه هزینه شده است و در این زمان پوآنتونی کاردان 30,000 فارغ‌التحصیل را به جامعه تقدیم نموده است. بورسیه و کمک‌های تحصیلی. پوآنتونی کاردان برای محصولان واجد شرایط 115 میلیون افغانی بورسیه و کمک مالی فراهم کرده است. در این 5 سال پوآنتونی کاردان 6 میلیون افغانی به عنوان همکاری مالی در مقطع لیسانس برای کارمندان ادارات دولتی و خصوصی اختصاص داده بود. اثرهای تحقیقی پوآنتونی کاردان. در این 5 سال پوآنتونی کاردان 2 ژورنال تحقیقی به نشر رسانده است: ژورنال تحقیقی اداره و تجارت و ژورنال علوم اجتماعی، و همچنان 115 نسخه تحقیقی از سوی پوآنتونی کاردان نیز به نشر رسیده است. تأثیرات پوآنتونی کاردان بالای محیط زیست. سالانه از مصرف 80 تن ورق ایفور در امور کاری پوآنتونی کاردان جلوگیری می‌گردد. این مقدار کاهز از لازم مصارف مالی سالانه در حدود 6,840,000 و با مصارف چاپی در حدود 45 میلیون هزینه خواهد داشت، که هر سال با جلوگیری از این مصارف پوآنتونی کاردان با محیط زیست کشور همکاری می‌نماید. انکشافات و تاثیرگذاری بخش اکادمیک پوآنتون در 5 سال گذشته. برای انکشاف و بهترسازی پوآنزی‌ها در حدود 637.16 میلیون افغانی هزینه گردیدند. پوآنتونی کاردان از سال 2014 الی 2018 عضویت نهادهای معتبر جهانی با مانند شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت، شبکه تضمین کیفیت آسیا پسیفیک و شورای بین‌المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در تجارت را به دست آورده است و در سال 2018 سند اعتبار ملی را نیز از وزارت تحصیلات عالی افغانستان اخذ نموده است. همکاران ملی پوآنتونی کاردان. پوآنتونی کاردان در این مدت سند همکاری با عزیزی بانک، نتلینکس، افغانستان بانک، موبی گروپ و افغان بی سیم را به امضا رسانده است. همکاران بین المللی پوآنتونی کاردان. پوآنتونی کاردان با پوآنتون‌ها و انستیتوت‌های معتبر جهان مانند پوآنتون A&M تکساس آمریکا، پوآنتون اورال فدرال، انستیتوت مدیریت هندوستان و پوآنتون اول استیت تفاهم‌نامه همکاری در بخش اکادمیک به امضا رسانده است. محصولان و کارمندان پوآنتونی کاردان در این 5 سال به 330 برنامه و کنفرانس در خارج از افغانستان شرکت نمودند. سال 2014. در سال 2014 پوآنتونی کاردان ابتکار و رهبری اتحادیه پوآنتون‌های خصوصی افغانستان را به عهده گرفت. سال 2015 پوآنتونی کاردان در این سال سند اعتبار تحصیلی را در رشته اقتصاد از شورای بین‌المللی اعتباردهی تجارت به دست آورد. همچنان در این سال پوآنتونی کاردان پلان استراتژیک 5 سال خود را تهیه نمود. سال 2016 پوآنتونی کاردان در این سال مرکز موفقیت محصولان را افتتاح نمود. مرکز موفقیت محصولان پوآنتونی کاردان اولین برنامه پیشتاز متمرکز محصولان در افغانستان است. سال 2017 در این سال پوآنتونی کاردان عضویت شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت را به دست آورد. در این زمان پوآنتونی کاردان دپارتمنت ارتقای ظرفیت استادان را برای ایجاد فرصت‌ها و برنامه‌های مداوم مطالعاتی
و تحقیقی برای کادر علمی پانتون ایجاد کرد. سال 2018 در سال 2018 پانتون کاردان توانست تا سند اعتبار ملی را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان اخذ نماید و جایگاه نخست را در میان پانتون‌های خصوصی و دولتی از آن خود بسازد. پانتون کاردان متعهد به تحقق اهداف پایدار سازمان ملل متحد مانند تحصیلات معتبر و معیاری، حفاظت از محیط زیست، از بین بردن فقر و تمامی آن اهداف می باشد. پانتون کاردان به عنوان معتبرترین نهاد تحصیلی با انگیزه بیشتر از پیش باورمند به تاثیرگذاری مفید در جامعه است و از هیچ تلاش برای تاثیرگذاری مثبت در جامعه دریغ نخواهد ورزید.